برنامه‌ی صحبت روز. حکومت مملکت هنوز از آغاز دوره صاحب استقلالی به حل مسئله‌های رشد صحه معارف و علم، فراهم آوردن شرایط مؤثر برای تعلیم و تربیت نسل‌های آینده‌سازی جامعه و آماده نمودن کادرها برای اقتصاد ملی تا امروز بسیاری اقدامات سازنده و با آینده نگرانده شده را عملی گردانید، زیرا دولت را تنها متخصصان صاحب تجربه و دیگر شخصان در اختصاصی زمانوی یعنی کادرهای بلند اختصاص آباد میکنند. سلام بینندگان همیشگی تلویزیون بهاریستان، برنامه نوبتی صحبت روز است پیشنهاد شما. رشد مؤسسه های تیپی ناو در مملکت انتخاب گردیده است موضوع امروزه برنامه. مهمان برنامه ما هستند وایستین اسماعیلوف، سرمتخصص رئیس تحصیلات میانه عمومی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. استاد شما را خیر مقدم میگویم. ظرف سالهای صاحب استقلالی در مملکت رشد مؤسسه های تیپی ناو بیشتر به نظر میرسد، مخصوصا در شهر دوشنبه این اقدام بیشتر روی کار گرفته شده است. میگفتید که تفاوت میان مؤسسه های تیپی ناو و میان مؤسسه های تحصیلات مقرری در چی است؟ پیش از همه باید قید نمود که تو دوره استقلالیت سال 1991 در جمهوری 3229 مؤسسه تحصیلات عمومی با فراگیری زیاده از 1,225,000 خواننده در مؤسسه های تحصیلات عمومی دولتی و تحصیل فرو گرفته شده بودند و اساسا برای همه مؤسسه های مذکور نقشه، برنامه، کتاب های درسی یگانه خاص بود. باید قید نمود که مکتب های تیپی ناو ثمره دوره استقلالیت جمهوری تاجیکستان می باشد و از روزهای اولی بسری حکومت آمدن سرور دولت پیش از همه دقت اساسی به ساحه معارف همچون سمت کلیدی روانه گردید و در جمهوری در برابر رشد استحصالات پیش از همه ساختن مؤسسه های تحصیلات عمومی ادامه یافت و در این مدت در تمام گوشه و کنار جمهوری حتی در نقطه دورترین جمهوری مؤسسه های حاضر زمان که با تجهیزات مؤثر شرایط برهوا مجهز گردانده شده است برای خوانندگان آماده کرده شد و امروز در جمهوری 3940 مؤسسه تحصیلات عمومی فعالیت می نماید که در آنها زیاده از 2,200,000 خواننده به تحصیل فرو گرفته شده است و در برابر فعالیت نمودن مؤسسه های تحصیلات عمومی مؤسسه های تیپی ناو از جمله مکتب های پرزیدنتی، لیسه، گیمنازی ها فعالیت می نماید. سبب اساسی به تاسیس داده شدن مؤسسه های مذکور در آن می باشد که امروز با وارد گردیدن جمهوری تاجیکستان به فضای نوی تحصیلات به خوانندگان برای تحصیل نمودن در دانشگاه و دانشکده های با نفوذ دنیا طلبات به وجود آمد، قابلیت خوانندگان با آموزش فنهای گوناگون از جمله فنهای طبیعی ریاضی به فنهای گومانیتری به فنهای تکنیکی تکنولوژی افزود. از این لحاظ در جمهوری با ابتکار سرور دولت مؤسسه های تیپی ناو تأسیس داده شدند و باید قید نمود که من همین سه نمود مؤسسه تحصیلاتی که هست وابسته به قابلیت تفکر ذهنی خوانندگان تأسیس داده می شود. پیش از همه قید کردن لازم است که من لیسه ها اصلا مؤسسه های تحصیلات می باشند که اساسا تحصیلات را از روی رویه سمت طبیعی ریاضی و تکنیکی تکنولوژی عملی می نماید. گیمنازی ها باشد اساسا مؤسسه های تحصیلات عمومی می باشند که در اون اساسا آموزش فنهای جمعیتی گومانیتری از جمله زبان و ادبیات تاجیک، زبان و ادبیات روس، انگلیسی، فنهای جمعیتی و غیره آموزنده می شود. در
давраи истиқлолият мактабҳои президентӣ набуди дигари муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мебошад, ки бевосита зери сарпарастии сарвари давлат ташкил карда шудааст. ва имрӯз дар маҷмӯ муассисаҳои таҳсилоти типи нав 156 ададро ташкил дода, аз инҳо 75 адад гимназия ва 81 ададро лисейҳо ташкил медиҳанд ва дар байни инҳо 9 адад мактабҳои президентӣ ва 7 адад лисейҳои ҷумҳуравӣ барои хонандагони болоиқат дар ҷумҳурӣ мебошанд. Барномаи суҳбати рӯз. Таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои типи навро аз ҳамдигар ҷудо кардан ҷоиз нест, чунки ҳамаи онҳо як зинаи таҳсилоти умумиро ташкил медиҳанд ва тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси стандартҳои давлатии таҳсилот дар ҷумҳурии тоҷикистон нақша, барнома ва китобҳои дарсӣ аз ҷониби Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқгардида фаъолият менамоянд. Имрӯз муассисаҳои типи нав муассисаҳое ҳастанд, ки асосан дар дохили зинаи таҳсилоти умумӣ буда, дар онҳо омӯзиши амиқи фанҳо вобаста ба майлу рағбат, шавқу завқ, қобилият ва тафаккури зеҳнии хонандагон равона шудааст. Ба ҳама пӯшида нест, ки имрӯз дар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ шавқу рағбат ба фанҳои табиӣ, риёзӣ, пеш аз ҳама фанҳои математика, физика, химия, биология, ҳамзамон ба фанҳои техникӣ, технология, иттилоотӣ ва ғайра зиёд аст. Ҳамзамон хонандагони ҳастанд, ки онҳо бештар ба фанҳои ҷамъиятӣ, гуманитарӣ, ба филологияи тоҷик, забони адабиёти тоҷик, ба фанҳои таърих, ҳуқуқ ва ғайра маъру рағбати зиёд доранд. Пешвои миллат дар бештар аз баромадҳои худ рушди соҳаи маорифро таъкид мекунанд ва дар ҷое таъкид ҳам карданд, ки дар шароити пешрафти босуръати илм ва техникаву технологияҳо танҳо кишварҳои рушд мекунанду ва мақому ҷойгоҳи садовори худро нигоҳ дошта метавонанд, ки мардуми он бо фарҳанг, соҳибтамаддун, донишманд ва босавод бошад. яъне ки дорои чунин кадрҳое бошад, ки кишварро идора карда тавонанд ё ки дар рушди кишвар сам гузошта тавонанд. аз нигоҳи шумо муассисаҳои типи нав дорои омода намудани чунин кадрҳо ҳаст ё ин ки не? албатта дар зарфи 31 соли фаъолияти муассисаҳои типи нав чунин муассисаҳо ба муваффақиятҳои зиёд ҳам ноил гаштанд ва дурустии ташкил гардидани худро нишон доданд. пеш боз дигар таъкид менамоям, ки муассисаҳои типи нав асосан вобаста ба талабот, эҳтиёҷоти худи хонандаҳо барои омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида ташкил дода шудааст ва ин хонандагон эҳтиёҷ доранд, ки барои минбаъд давом додани таҳсили худ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз он, барои омӯзиши фанҳои гуногун, барои соҳибкасб гаштан идома диҳанд. аз ин лиҳоз муассисаҳои таълимии типи нав чунин шароитро барои хонандагон муҳайё месозад. ва ҳамин як мисоли оддӣ меорам, ки танҳо ман агар дар соли 2022 дар ҷумҳурӣ 2273 нафар агар дар олимпиада озмунҳои гуногуни байналмилалӣ иштирок карда барои ҷумҳурӣ агар сазовори ҷойҳои ифтихори ҷоизаҳо гардида бошанд, зиёда аз 54 фоизи ин хонандагонро хонандагони муассисаҳои типи нав ташкил медиҳанд. ва албатта раванди таълим дурустӣ таъсис дода шудани
چنین مؤسسه رو بوری دیگر ثابت نموده. مؤسسه های تیپی نو اصلا مؤسسه های هستند که در آن خوانندگان وابسته به میل و رغبت قابلیت آنها طریق آزمون قبول کرده می شود و آنها اکثر وقتی خود را به مطالعه درس ها برای از خود کردن برنامه های تعلیمی و موضوع هایی که بیرون از برنامه های تعلیمی هستند روانه می سازند. مقصد آنها تنها به همین است که هرچی بیشتر سطح دانش خود را بلند برداشته توانند که من بعد در دانشگاه و دانشکده های بانفوذ جمهوری و بیرون از آن تحصیل نمایند و صاحب کسب شوند. یعنی که مؤسسه های تیپ نو امکانیت دارد خوانندگان را بعد از تحصیل به مؤسسه های عالی خارج کشور روانه سازد و در آنجا تحصیل را ادامه دهند. البته مؤسسه های تحصیلات میانه نیز چون امکانات را دارند، یعنی که خواننده از خود خواننده وابسته است، می تواند دانش آموزد و با دل خود دانشگاه و دانشکده های عالی داخل و خارج کشور داخل شود. خوب می گفتید که مؤسسه های تیپ نو امروز به مشاهده می رسد که خوانندگان آنها نظر به مؤسسه های مقرره عمومی کمتر هستند. در برابر این تحصیل آنها در یک بست قرار دارد و در مؤسسه های تحصیلات عادی یعنی مقرره باشد تحصیل در دو بست و خواننده آنها نیز زیاد است. پیش از همه باید قید نمایم که برای بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان فعالیت نمودن همه نمودی مؤسسه های تحصیلات عمومی جایز است. برای خواننده که وای خواهشی از خود کردن فنهای معاصر هست و مستقلانه با کمک آموزگاران از خود کردن فنها حرکت می نماید، البته وای موفق می شود که نه تنها طریق مؤسسه های تیپی نو بلکه مؤسسه های تحصیلات عمومی هم با مکتب های عالی داخل شوند. تنها مؤسسه های تیپی نو امکانیت بیشتر دارد که قابلیت و مهارت خوانندگان را بیشتر کشوید. در اینجا آموزگاران بهترین آنها نیز طریق آزمون با کار جلب کرده شدند. مؤسسه های تیپی نو داروی کابینت های برهوا، داروی تجهیزات موثیر ری تعلیم می باشند و همزمان امکانیت دارند که با نظر داشت در یک بست تحصیل نمودن مستقلانه در و طریق محفل و فاکولته های گوناگون می توانند که دانشجو را بیشتر از خود کنند. در مؤسسه های تیپی نو در برابر محفل ها همزمان کلوب و سکسی های گوناگون تأسیس داده شده است، همزمان کتابخانه از جمله کتابخانه های الکترونی موثر تأسیس داده شده است که می تواند در آنها آمده مستقلانه قرائت کنند، می توانند از اینترنت وسیع استفاده برند. برای مؤسسه های تیپی نو که خوابگاه دارند، در خوابگاه برای آنها کتابخانه های داروی کتاب های ضروری درسی، همزمان اینترنت و کلوب سکسی های گوناگون های برای وابسته به قابلیت و مال رغبت آنها تشکیل کرده شده است که آنها در اینجا آنها به تعلیم فرا گرفته می شوند. یعنی که می توانند آنها بغیر از درس های تعلیمی الاوتن به این محفل ها اعضا شده الاوتن یعنی که درس آموزند با ازمون المپیاده ها آماده شوند. برنامه صحبتی دوست. طوری که به همگان معلوم است در ظرف 31 سال 2020 از جانب حکومت کشور بر رشد ساحه معارف یعنی که در برابر دیگر ساحه ها توجه بیشتر ظاهر گردید و در این زمینه بنیاد مؤسسه های نو رو به پیشروی نهاد. از جمله در این دوره 32 مؤسسه تحصیلات عالی، 41 مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و از جمله
3940 مکتب، یعنی که مؤسسه های تحصیلاتی مقرری بنیاد شد و در این زمینه 156 مؤسسه های تحصیلاتی تیپی نو، از اینها گیمنازیا، لیسه و مکتب های پرزیدنتی فعالیت دارند که این همه ثمره دوران صاحب سرالی است. پس جوابم به این غمخوری ها چی باید کرد؟ محترم جناب یوری، پیشوای ملت امام علی رحمان در هر یک برآمدی خود قید می نمایند مقصد اولین درجه مؤسسه های تحصیلاتی می منتظم بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان می باشد و از این لحاظ وظیفه محصلینی که در همه نمودهای مؤسسه های تحصیلاتی تعلیمی تحصیل دارند به آن روانه کرده شده است که امروز وابسته به احتیاجات، وابسته به طلبات و وابسته به طلبات جمهوری علم های زمانه را از خود کنند و آینده برای کسب هایی که امروز برای جمهوری ما ضرورند و کوشش غیرت نموده صاحب کسب شوند تا اینکه آینده برای جمهوری، برای بلند برداشتن مقام و منزلت جمهوری، اقتصادات جمهوری خدمت نمایند روانه گردیده است. و برای همین هم اکنون امروز وظیفه با آن روانه کرده است که در اساس دستور سپارش های سروری دولت تمام مؤسسه های تعلیمی با در برابر تاسیس یافتن این چنین پایه مادی کادری آنها مستحکم کرده می شوند، مؤسسه های تیپی نو با شماره آنها زیاد کرده می شود تا اینکه هرچی بیشتر خوانندگان ما امکانیت پیدا نمایند که در مؤسسه ها وابسته به خواهش و احتیاجات خود تحصیل نمایند. و وظیفه اساسی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان هم با اون روانه کرده شده است که چنین شرایط رو برای خوانندگان مهیا سازند. وابسته به این برای خوانندگان مؤسسه های تحصیلاتی عمومی برنامه کتاب های نوی درسی تألیف کرده می شوند. در مؤسسه های تیپی نو در برابر از خود نمودن فن های زمین نوی در اساس دستور و سپارش های سرور دولت امروز هرچی بیشتر برای آموزش زبان های خارجی دقت جدی داده می شود و نتیجه همین است که امروز در مکتب های تیپی نو، مخصوصا در مکتب های پرزیدنتی، صنف های تعلیمی که با زبان انگلیسی می خوانند تاسیس داده شده است و در این مؤسسه های تعلیمی اساسا فن های زمینوی وابسته به فن های طبیعی ریاضی با زبان انگلیسی تعلیم داده می شود. این باز هم یک غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان برای نسل امروزه است که آنها توانند من بعد آسان در برابر جوانان کشورهای دیگر در مؤسسه های تعلیمی خارج کشور تعلیم گیرند. یعنی که چنین شرایطی موجوده از هر یکی ما مخصوصا نسل نوراست تقاضا می نماید که پیوسته پی آموزش علم باشند و مخصوصا آموزگاران باید بیشتر در این سمت توجه بیشتر کنند تا اینکه خوانندگان را در روحیه علم آموزی، دانش آموزی و آماده نمودن کادرهای بالایوقت تربیت نمایند. در واقع معارف ساحه کلیدی و سرنوک جامعه بوده، تا کورسی دیگر ساحه ها دانسته می شوند. تماشاگران گرامی، برنامه نوبتی صحبت روز بود. پیشنهاد شما مهمانی برنامه ما بودند. وایسدین اسماعیلوف، سرمتخصص رئیسه تحصیلات میانه عمومی وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان. تشکر زیاد برای قبول دعوت. تماشاگران گرامی، برنامه نوبتی صحبت روز بود. پیشنهاد شما تا برنامه های دیگر. تنسیت و خون آباد باشید. برنامه صحبت روز